کارگران و معلمان ایران همزمان با روز جهانی کارگر و در آستانه روز معلم به رغم جو امنیتی در برخی از شهرها و بازداشت‌های تعدادی از معلمان و فعالان صنفی تجمعاتی در شهرهای مختلف ایران برگزار کردند و شعارهای اعتراضی سر دادند. بر اساس گزارش‌ها تجمعات در برخی شهرها با برخورد نیروی انتظامی روبرو شده و به خشونت کشیده شده. گزارشی ببینید از فرشته ملک فنود در این باره. بر اساس گزارش کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، تجمعات روز یکشنبه در بسیاری از شهرها از جمله کرج، بوشهر، یزد، اصفهان، اردبیل، لاهیجان، شیراز، عراق، تبریز، لنگرود، دهگلان، یاسوج، سقز و نقاط دیگر مقابل دفاتر ادارات آموزش و پرورش برگزار شد. معلمان در تهران نیز مقابل مجلس و ساختمان‌های آموزش و پرورش شعارهای خطاب به مسئولان بلندپایه سر داده و هشدار دادند فرهنگیان و معلمان ایران آماده قیام هستند. این تجمعات در برخی شهرها با حمله ماموران نیروی انتظامی به خشونت کشیده شد و در بوشهر ماموران ضمن ضرب و شتم تجمع کنندگان دست کم 6 نفر از آنها را از جمله حمید خجسته، اردشیر صیادی، یوسف صیادی، فریدون شفیعی، محمود ملاکی و محسن عمرانی بازداشت کردند. در برخی شهرها مانند سنندج نیز جو امنیتی شدید در سطح شهر برگزار شده و معترضان در چند شهر نیز خواهان آزادی همکاران خود شدند. معلم زندانی آزاد باید گردد. معلم زندانی آزاد باید گردد. تجمع کنندگان در سقز در حالی که عکس صلاح سرخی معلمی که از روز شنبه در بازداشت نیروهای امنیتی قرار دارد را در دست داشتند با همخوانی یک سرود حماسی آبادانی خاک دلگیر وطن را آرزو کردند. نیمه شب گذشته همچنین اسکندر لطفی سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، شعبان محمدی از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان استان کردستان و مسعود نیکخواه فعال صنفی بازداشت شدند. در همین حال شماری از کارگران نیز با وجود حضور گسترده نیروهای پلیس در مقابل خانه کارگر در تهران و سایر شهرها تجمع کرده و با سر دادن شعارهایی از جمله کارگر بیدار است، از تبعیض بیزار است، امنیت شغلی ایجاد باید گردد، یک اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه، قرارداد موقت ملغا باید گردد، حقوق ما ریالی، هزینه ها دلاریه، امنیت معیشت حق مسلم ماست و گرانی تورم بلای جان مردم نسبت به وضعیت کار و معیشت کارگران اعتراض کردند. کارگران نیشکر هفت تپه نیز بر مسببان شرایط موجود لعنت فرستادند. لعنت بر ستمگران، لعنت بر ضد کارگری، لعنت بر مفسدگران، لعنت بر راندخوران، لعنت به کسی که به تار سیانت اینترنت رای بده، لعنت بر منافق، لعنت بر کسی که بر ضد منافع جمعی و کارگری تصمیم میگیره، لعنت بر جنگ افروزان و صلح ستیزان. درود بر شما. برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی با اشاره به تفاوت وضعیت ایران و جهان در روز کارگر نوشتند در حالی که در بسیاری از کشورها اول ماه می مصادف با 11 اردیبهشت برای گرامی داشته روز جهانی کارگر تعطیل است، در ایران با ایجاد جو امنیتی کارگران تهدید و بازداشت می‌شوند و از حق برگزاری آزادانه تجمع محروم می‌شوند.